هدایت الله بدری سرپرست بانک مرکزی افغانستان با رضا اتونبای با نماینده ی ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرد. بانک مرکزی در خبرنامه گفته که دو طرف در این دیدار در مورد همکاری های مشترک در توسعه نهادهای مالی کوچک اسلامی در افغانستان گفتگو کردند. آقای بدری در این دیدار تاکید کرده که از تجارت های کوچک سبب کاهش بیکاری در کشور می شود پشتیبانی می کند. بر بنیاد خبرنامه بانک مرکزی خانم اتونبای با اطمینان داده که سازمان ملل متحد آماده است تا بر اساس چشم انداز بانک مرکزی افغانستان برای توسعه سکتور بانکی در این کشور کار کند. وعده همکاری سازمان ملل با سکتور بانکی در افغانستان. هدایت الله بدری سرپرست بانک مرکزی افغانستان با رضا اتونبایوا نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان دیدار کرده است. بانک مرکزی در خبرنامه گفته که دو طرف در این دیدار در مورد همکاری های مشترک در توسعه نهادهای مالی کوچک اسلامی در افغانستان گفتگو کردند. آقای بدری در این دیدار تاکید کرده که از تجارت های کوچک که سبب کاهش بیکاری در کشور می شود پشتیبانی می کنند. سرپرست بانک مرکزی در دیدار با نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان نقش تجارت های کوچک را در بهبود وضعیت اقتصادی کشور سودمند خواند و تاکید کرد که تجارب کشورهای منطقه ثابت کرده است که پشتیبانی از این نهادها باعث کاهش بیکاری و ایجاد فرصت های تجاری در کشور می شود. سرپرست بانک مرکزی همچنان گفته که در تلاش برنامه‌ریزی برای ایجاد هماهنگی در بهره‌گیری از تجارب کشورهای منطقه در بخش بانکی اند. البته حمایت از سکتور خصوصی و فرامسازی قروض کوچک برای متشبثین که تجارت خود را آغاز می کنند و یا تجارت های کوچک داره خیلی مهم می باشد که این واقعا در قسمت عرضه خدمات همچنان ایجاد شغل و کاهش فقر کمک می کند و در سایر کشورهای رو به انکشاف و پیشرفت قرضه های کوچک و متوسط می تواند خیلی تجارت ها را کمک نماید. بر بنیاد خبرنامه بانک مرکزی خانم اتونبایوا اطمینان داده که سازمان ملل متحد آماده است تا بر اساس چشمانداز بانک مرکزی افغانستان برای توسعه سکتور بانکی در این کشور کار کند. این در حال است که درست پیش رهبری بانک مرکزی در دیدار با هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بار دیگر خواهان آزادسازی ذخایر ارزی افغانستان شده بود.